زندگی فوتبالی بازیکن و مربی در کریر FC 24. سلام و درود خودم را شما بود. امروز اومدیم بریم اولین تجربه‌مون داشته باشیم از منیجر کریر و پلیر کریر FC 24 را ببینیم که نسبت به فیفا 23 چه تغییراتی کرده، چه امکاناتی بهش اضافه شده، بخش‌های سینماتیکش رو در نظر بگیریم و ببینیم داستان از چه قراره. پس حتما از این ویدیو رو لایک کنید که لایک هاتون به ویدیو و من خیلی کمک کنه. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. آقا من تا الان هیچ کدومشون رو بازی نکردم، ولی منیجر کریر اینجا میشه و پلیر کریر اینجا. اول از همه من میخوام برم منیجر کریر رو بازی بکنم و ببینم داستانش از چه قراره. نیو منیجر کریر، کریت نیو منیجر و پلی از رئال منیجر. من رئال منیجر رو میخوام انتخاب بکنم و آقا و آرتتا رو میگیرم. 154 میلیون دلارم بودجه باشگاه و حالا یه سری توضیحات هم نوشته که اینا با حال لباس‌ها رو مجادله می‌کنید. چقدر زیبا. خیلی خوب، دلار باشه و اینم حالا بقیه چیزاش. ما بریم توی داستان ببینیم سینماتیک چطوری شده، چی اضافه شده. بله وارد کریر شدیم. چه سرشون ها چرا کج، شبیه دایناسور قیافت. تمرین بازیکن ها دوستان، تمرین میتونم بدم بهتون. آها به شما مثلا تمرین اینجوری میتونیم بسازیم، آل اوت این انرژی و او یعنی دیگه پدرت در بیاد. چی وایس اینم دیگه چیا داره اینجا؟ ابجکتیو داره. ای ابجکتیو نداشتیم بگم چند امباپه 198 تا. خب بگی ببینیم میاد. او این سرمربی آر کجا سرمربی اونا، یه قیافه هم نداره بنده خدا. 198 شو عزیز دلم. نمی شما باید یه لحظه خفه شو عزیزم، انقدر زر نزن بذار من کارم بکنم. 160 تو من بیشتر نمیدم، قبول کن. 171 بیشتر کمتر نمیدی و سگ تو روحت ما نداریم. آقا بگو یه بازیکن میدم یه بازیکن میگیرم، اینو بگو شما. پلیر سواپو بزن. آقا من ایشونو بهت میدم، قبول کن. آدم باش دیگه. بعد 160 و خفه شو، 9 تا نه 160 هم ما اینجا به شما بدیم. آ قبول شد، قبول شد. گفتم راضیت میکنم خدا شاد. گفتم راضیت میکنم. اسکول. حالا بریم واسه مذاکره با خود امباپه. خیلی خوب. رفتیم واسه مذاکره با کلیان امباپه. آقای آرتتا بلند میشه از یاش. بفرمایید. پول داریم 25000 تا. آقا ولچ کن. ما فقط یه دونه امباپه رو بگیریم کارمون در بیاد. قبول کن. قبول کن. آقا قبول کردم دیگه. زر اضافه نباشه دیگه. ببین اکثرا توی فیفا مثل اینکه میگن اوتر دهنت بازه. اکثرا توی فیفا میگن که آقا سال بالا میان. من به نظرم 3 سالو بگیم وسطشه دیگه. 1 تا 5 3 وسط قبوله دیگه. آقا سه سال قبول کن، خیرشو ببینید دیگه. من خیلی در نظر نمیگیرم چون ما کسی رو اذیت نمیکنیم. 100 تا به نظرم اوکیه. ناموسن آدم باشین قبول کنی. خواهش می‌کنم. کل پول باشه 32 تا دلار بیشتر نیست. ما پول بنزینمون هم در نمیاد. گود بای نه. زهر مار گود بای بابا رفت. 74 میلیون گاوی برو تو مذاکره. عزیزم شما گفتی 74 میلیون. من میگم 70 میلیون. آجی ولی ما دکلن رایس هم داریم. اونو بدیم بره. منتهای کار ما قیمته رو دیگه خف. ای وای! قبول کردم الکی. خب بیا بریم خودت مذاکره کنیم ببینم خودت چی میگی. 5 ساله میخواد به من آقای گاوی. قبول میکنم، با مادرشون هم تشریف آوردن. قبوله، قبوله، همه چی قبوله آقا. قبوله، قبول، قبول، قبول. راضی؟ خوش اومدی. آقای گاوی جان خوش اومدی به تیم. ولی آقای گاوی حضور پیدا میکنه. آقا بخش سینماتیک یه مقداری شبیه فیفا 23 است که یه مقداری که چه اصلا تا اینجا کار من چیز جدیدی ندیدم. آ تستای پزشکی اینا هم تو فیفا 23 ما داشتیم. من میخوام ببینم چی اضافه شده اینجا. آ 13 رو داری به گاوی میدی؟ بله. هم دیگه عکس هم میگیرن یونه ماشکا. ماتیاس دلیخت رو من دفاع بگیریم. من میگم آجی دفاع ماتیاس دلیخت رو بگیریم تیمو میبندم من. 90 میلیون، 90 میلیون که شما ما دست نه دیگه. هر چیزی به شما قیمت دادن شما نباید قبول کنی که. 85 قبول میکنه. خب لطفا دیگه حرف نباشه رو حرف من. چی؟ پدر سگ من 5 میلیون. خب میگفتی چونه میزنیم. خب این بابا عجب آدمیه. رفت زرت. آجی اینا نیومدن فعلا، ولشون، گور بابای همشون. ما هم یه بازیکن گرفتیم میریم جلو. هاورد سو میندازیم بیرون، گاوی رو با یاش میاریم تو. این هم میندازم بیرون، جیسوس میاد تو به جاش. میرم واسه اولین بازی. آها اینجا میگه که بهشون میتونی تاکتیک بدی که بخوام تاک دیگه ردیف بشن. آه کانتر اتک رو میخوام بهتون بدم. کانتر اتک رو میدم بهتون، کانتر اتک میری. حاجی رو درخواست واسه یکی از بازیکنامون اومده. این بازیکنم خیلی بازیکن مال نیست. من میگم همینو اکسپت کن بره این. برو دیگه، برو پولشو بده بهمون. اولین بازی با الهلال عربستان. آها بازیکنان اینجا وارد میشن بخش رخکن. آها داره بازیکنان رو توی رخکن نشون میده. گاوی و بچه رو این لباسه رو پشت گاوی مگه تو نیست؟ آن دارن میرن گرم کنن. این قسمتاش با حاله ها. این قسمت ها رو تو رخکن اضافه کرده خیلی باره. آها آقا آرتتا گاوی بازیکن تازه بالا تو جدید ما. حالا بازی رو سمت جلوتر میبریم. بازیکنمون از سمت چپ مارتینلی مگه نرفته بودشین؟ شوت شوت فوت.
گفتیم واسه ارسال بازیکن ما ارسالشون قشنگه روی تیر دفاب بزنین فوش نازی بزنم که تو قسمت چیز نداره یعنی ما فقط میخواییم بریم مثلا وای پرام حاجی از قسمت سرمربی میتونی بازی رو ببینیم اگه داریم بعد میشه تکون خورد این چپ و راست نمیشه واجی اگه چپ و راست میشد چقدر خفن میشد آها اینجا میتونیم بهشون بگی دمت گرم یعنی اینجا اگه با جهت بالا رو بزنیم بعد مثلا چپ رو بزنی بعد میگه آقا اینجا قشنگ نشون میده که بعد تاکتیکا رو چیکار کنی گل بزن گل بزن گل بزن گل بزن ووک آیا آرتتا بهشون میگو برن اوورلپ کنن آها ماشد آفرین خیلی پرتحرک شما پرس کنن بگو بابا زر بزن بگو پرس کنن داریم گلو میخوریم ولی تو همین جاشم خیلی خوبه ها فکر کنم تو آپدیت های آینده اضافه بکنم حالا باشون صحبت میکنم این همینجور اینجا مثل سیخ وایساده صحبت کن باشون آقای محترم اون برم بازی کنن داری با کی حرف میزنی هست گلو خوردی اولاق گلو خوردی نفهم زرم بهت میگم زر بزن تو دفاع ساویچ بهت گل زن یا اول فاز یا اول فاز بریم گل رو بزنیم بابا شوت کن خبر مرگت توی دروازه آرتتا گل به ثمر میرسونه جیجی سوز اینجوری و من شوتر رو زد تیر دوم گفتم استرایکر رو راه بندازیم باری کلا گوش کردی واسه اینکه برین روی اون حالت سرمربی دکمه استوبوک زدین بیاین این پایین جام تو سیم چیه نه اینجوری نه دیگه آه جام تو تاکتیک ویو رو باید بزنین جام تو تاکتیک ویو رو که میذاره این صحنه رو بهتون نشون میده خدای خیلی خفنه ببین آقای گاوی گل رو میزنه یا نه پاس وسط توی دروازه آرتتا گل خوردی اوست گل بگو زرد نزنن تو واسی حاجی بگو از گوشه برن بگو از گوشه برن ای آفساید چوزی دوربین قشنگی هم داره آفساید بابا گل بزنی خدا وکیلی اماری کلا توی دروازه سه بردو آرتتا خوشحاله بشه و میدونم میاد سمت آرتتا اوه سنن رشتیم بقید تو آرتتا رد شد چرا این گوشه ها رو بگو اضافه نشن جلو یه دسته فول بک ها رو بگو نرن جلو آه بگو شقم بابا زیر بزن بشو بگو آها گل بعدی هم زد آرتتا اسکل برنده شدی برو آها نداره کجا میره رفت حاجی باحال بود قسمتش باحال بود و من یه مقدار جدی بیشتر ترغیب میکنم که منیجر کریر این FC 24 یا همون فیفا جدید رو بازی بکنم نسبت به قبل بخاطر حالا یه سری چیزایی که اضافه شده خیلی باحال تر شده حالا میخوایم بریم سراغ پلیر کریر و ببینیم که پلیر کریر چجوری شده آیا پلیر کریر چیز جدیدی بهش اضافه شده قسمت سینماتیکش حالا هر چیز دیگه ایش یا نه پلیر از رئال خیلی خوب من میخوام مسی تاربی رو انتخاب بکنم از پرتغال و پورتو استرایکر آقای مهدی تارمی اوورالش 82 توی فیفا نمیدونم قبلا تو فیفا 23 چند بود خب این قسمت های گذشته هم از اینا داشت من حالا نمیدونم دقیقا چی به چیه ولی حالا با پولی که به دست می آورد نمیتونست کار خاصی بکنه مثلا تارمی 1 میلیون دلار اون بالا نمیشه پول داره ولی نمیدونم اینجا قابلیت اضافه کردن که بشه از پولی که اضافه میکنه استفاده کرد یا نه خیلی مهمه این خب اینجا یه صفحه واسه من باز شد راجع به قرارداد مثل اینکه با پورتو اگه اشتباه نگفته باشم اینجا چی میگه؟ میگه مبلغ پیشنهادیت واسه هر فصل اگه اشتباه نکنم من دارم میبرمش بالا میخوام زیادش کنم ببینم چه اتفاقی میفته او اینجا میتونی بگی توی کدوم تیم میخوای بری جدی نبود این نبودا من مثلا میگم که آقا مسی تارمی و میخوام ببرم توی رئال مادرید نوکم ندارن چیز خفنی میشه چنج تارگت تیم بزن ببینم چی میشه آه این قیافه مهدی تارمی از نزدیک اینا رو نمیدونم حقیقتا چی حالا میگه یه سری فیتنس شات و نمیدونم ددبال و این چیزا رو میتونیم بهش اضافه کنیم اگه اشتباه نگفته باشم مثلا ما فیتنس شات رو میخوایم اضافه بکنیم سرعت ما میخوایم برگردون اکروباتیک نه خب یه سری چیزا رو مثلا که از اول ازتون میخواد حالا مهدی تارمی هم وسط زده تارگت تیم و ما زدیم رئال میخوام ببینم چه اتفاقی میفته و پلیر ایجنت چی گفته الان آنچه در حاضر به آن نیاز داری توصیه های انتقال از نماینده شما گوش به زنگ خواهد بود و سعی میکنه تصمیم بگیره چه چیزی را برای آینده شما بهترین از که انتخاب بکنه خب الان ما چجوری باید به این بگیم آقا من دارم میگم نه اینجا رئال مادرید گزینه خوبی هم اصلا ندارم رئال اگه زیاد مثلا خب بیا یه جای دیگه وایسا مثلا بزن ایتالیا همون میلانی که خودش میخواست بره رو بزنم نمیتونیم بریم
من میخوام کل پولا رو خرج کنم ببینم چی میشه، یه مقدارش خرج کردم. حاجی تمرین کجاست؟ آها از تو تقویم میشه رفت شد. ای خدا تازه پیدا کردم چجوری میشد بریم جلو. مثلا بزنیم بریم جلو ببینم چی میشه. میخوام ببینم که اون بالا میبینی سرمربی تا وسطه نه اخو خودش داره اضافه میشه کم میشه وایسا. میخوام منم تو تمرین ببینم چیزی عوض شده یا نه بعد بریم تو بازی. آها بخش تمرین ان شاء الله من میخوام ببینم چطوریه آقای متی تارمی چیکار داره میکنه. بعد دوربین موربینش عوض میشه یا نه اینجا. نه دوربین اینجا عوض نمیشه. خب بذار ببینم همینجوری برم جلوتر ببینم چی داره میده. وای 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 حاجی اینا دیگه کیان؟ کنار ببینم بابا اسکول. برو کنار بابا. تمرینای کم سخت نیه ذره؟ احساس میکنم یه مقداری سخته. تمرین بعدش چیه؟ تمرین بعدش دفاع اگه اشتباه نکنم. ما جلوی پپه دفاع کنه که خب اینو گرفت که. اسکول بابا بدم من بابا بدم من آقا ولش. زیاد شدن که این چیه دیگه؟ پاس بدهم؟ بیا یعنی چی؟ اسکول کردی ما رو؟ آهان فهمیدم نفهمیدم یه بار دیگه بابا بدم خوب بزن بریم تو بازی. اوه راضی شد ازم. بابا ناراضی نشو سگ پدر دیگه ازم. حاجی دو تا پیشنهاد واسم اومده، یه دونه از ولفسبورگ اومده یه دونه از این تیمه. آخه اینا چیه؟ نفهم بازی داریم من میخوام برام بازی کنم تو رو من نمیذاری تو. آها پلی از تارمی برو بریم ببینم. آها خب آقای مهدی تارمی اینجا چطوره؟ خب تو رخکن داره نشون میده آقای مهدی تارمی کو اینشون آقای مهدی تارمی هستن مثلا. او اینجاها میزنن که الان باید چیکار بکنیم. قبلا این گونه نبود ولی اوکی برو بریم. خیلی خب بازی شروع شد. من میگم دوربین چیکار میتونیم بکنیم؟ دوربین از مهدی تارمی میتونیم بزنیم سیم تو ان؟ نه اینجا دوربین خاصی اضافه نشده و اون بالا مهدی تارمی نمره 6 رو فعلا گرفته چون تازه بازی شروع شد. پلیر رو اینجوری حال نمیده بازی کنی. بازم الان بهت میگم آمبارکلا این شد دوربین. حالا ما کدوم سمت باید حرکت کنیم؟ مثلا کجا باید گل بزنیم؟ ما اونوری باید گل بزنیم. مثل لب خط برم بابا من هامار کلا باز به مهدی تارمی رفتی ارسال روی دروازه بده من ببینم بابا بده من هم بده بام شبور روم شای زدم. حاجی چقدر دوربینه یه کمی اذیت کننده است. چرا هی زوم میکنه هی زوم اوت میکنه؟ برو گلش کن واسه به مهدی تارمی اگه بتونه استوبش بکنه. مهدی تارمی شوتر رو بزن. شوت مهدی توی دروازه. بابا میخوام شادی گل کنم چرا نمیذاره شادی گل کنم من؟ پاس زیبا اونجا میتونم مهدی تارمی رو راه میندازم پشت همه اگه تارمی برسه. نرسید چرا میگیره تو برا خود تارمی شوتش گل نشد گرفتن. آقای تارمی اذیت نکن خودتو نگرش تار رایز دادم بده من پاسه رو بده من. شما اینجا رو نگاه کن پروم چی گولی زدم هوچی اصلا فکری نمی کردم گول بشه. چی گولی زدم؟ اگه یه دوربین اول شخص اضافه بکنم مثل اول شخصی که واسه داور اضافه کردن جان تارمی چه عالی میشه. برو کنار تارمی پاس زیبا تارمی و بعد اونجا راه بندازم مهدی تارمی حرکتش رو انجام داده پاس زیباست گل میشه یا نه؟ آقا چیکار کردم من؟ این نمره امتیازات ما چی شد؟ تازه از من ناراضی واسه دوتا گل زدم ایوا با این دوربینه هم یکم شیش میزنه من نده پاس رو ببینم. نکش بکش 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 بلند آن 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 تارمی اینه فوروارد نمره ده نمره ده رو گرفتم. حال کردی یه پاس بیرون کاتبک شوتر رو بزن. این الان بازی کنم اونو هم معقولا ندادم. بری برو گمشو کنار بابا بزن کاتر رو بده من بده من همینو بده. حالا استوبش بکنیم یار اینور حالا شوتر نگاه کن حالا شوتر نگاه کن نده 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 بده من بده حالا بده هوایی بده بابا هوایی بده حالا شوت مهدی دهن تو پاس زیبا به جلوتر پاس مهدی تارمی رفتم واسه گل زنی. اگه این گل بشه پاس گل از مهدی تارمی بوده است. پاس بده بابا پاس بده تموم میشه مهدی تارمی هتریک. آقای مهدی تارمی امتیاز 10 گرفت 91 دقیقه بازی کرد 3 تا گل زد 10 تا شوت زدم من 10 تا شوت زدم 4 تاش بیرون بود حالا من 4 تا رو میبخشه سرمربی. بله آقای مهدی تارمی رو داره نشون میده که سرمربی هنوز شانسی فقط میگه که یه کاری رو تو ابجکتیوت انجام ندادی. آقا بردی دیگه 3 تا هم واسط زد یه پاس مستقیم تاثیرگذارم داد بفهمید این اسکل نفهمید. حاجی اینجا هاشم با حالا جوراب و باند و آها جایزه بهتر بازیکن زمینم بهش دادن. خب الان چی شد وای سایل اصلا ببینم که باشگاهی ما رو گرفت یا نه. نه فعلا باشگاهی ما رو نگرفته و واسم سوال آها حاجی مثل این که اینجا شما وقتی که یک تیم رو انتخاب میکنی میگه اینجا که باید چه کارهایی رو انجام بدی که تا اون باشگاه تو رو بگیره. مثلا ما توی این بازی هتریک کردیم بدون تو بخش هتریک یکی از دوتا پر شد مثلا میگه فرست تایم شاتت مثلا باید دوتا باشه تا باشه.
باشگاه میگیرتت، matching is starting xi گرفتیمونو، اینا رو اگه پر کنی باشگاه تو رو میگیره. باحال این قسمتش باحال اضافه شده واقعا باریکلا. آقا میدونم که از این ویدیو لذت برده باشین، خودم که به شخصه خیلی کیف کردم. جزئیات توش اضافه شده، مثلا توی بخش پلیر کریر این بخش انتخاب تیم خیلی خوب بود، اونجا دوربینه خیلی خوب بود، ولی بازم میتونستن یه سری چیزای دیگه هم اضافه بکنن که به نظرم خیلی جا داشت. و بازم دمتون گرم که ویدیو رو دیدین، حتما ویدیو رو لایک کنید. به خدا نگهدارتون تا ویدیوهای بعدی.